گزیده‌ای از گزارشات و خبرهای کارگری در این هفته. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان برنامه‌های رادیو پیام کانادا. مثل همیشه امیدواریم که سلامت و تندرست باشین و در خدمت شما دوستان هستیم جهت تقدیم برنامه اخبار و گزارشات کارگری این هفته شنبه 29 آبان ماه الی جمعه 5 آذر 1400. لطفاً تا انتهای این برنامه ما را همراهی کنید. سومین تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی آبادان در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه در اعتراض به خلف وعده‌ها و با مطالباتی چون افزایش حقوق و مزایا، پرداخت حق جذب و حق کارگاهی در محل کارشان مقابل کارگاه مرکزی و اما کارگران معدن زغال سنگ گلندرود واقع در شهرستان نور در برابر اعمال فشار کارفرما برای تبدیل قراردادشان به پیمانی و دفاع از امنیت شغلیشان. این کارگران که تعداد آنها حدود 25 نفر است از چند سال پیش بعد از متوقف شدن فعالیت تولید معدن مشغول حراست و نگهداری از تجهیزات و تونل‌های معدن هستند و کار تولیدی انجام نمی‌دهند. اخراج حداقل 100 کارگر معدن طلای آق دره از کار که از روز دوشنبه اول آذر ماه اجازه ورود به محل کارشان را ندارند. 150 تا 170 کارگر دیگر هم آخر آذر ماه اخراج می‌شوند. 150 تا 170 کارگر دیگر هم در لیست اخراج آخر آذر ماه. اخراج شدگان تا 15 سال سابقه کار دارند. استدلال کارفرما این است که سرمایه فصل زمستان مانع فعالیت استخراج و کار کارگران فصلی می شود. به همین دلیل به قرارداد کاری آنها خاتمه می دهیم و این در حالی است که معدن دیگری در نزدیکی معدن زرکان تکاب وجود دارند که کارگرانشان فصلی نیستند و به صورت 4 فصل کار می کنند. و اما دور جدید اعتراضات کارگران معدن آسمینون منوجان نسبت به سطح نازل حقوق، نداشتن امنیت شغلی و وعده‌های توخالی مسئولین چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت. حدود 2000 نفر از کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان در روز یکشنبه 30 آبان ماه در اعتراض به اخراج 60 نفر از فعالین کارگری این مجتمع دست به اعتصاب زدند. روز سه‌شنبه 2 آذر ماه جلسه شورای تأمین شهرستان ورزقان همراه با حفاظت اطلاعات شهرستان و نمایندگان شرکت و کارگران در محل کارگاه شرکت آهن آجین با پذیرش خواسته های کارگران مبنی بر بازگشت نمایندگان و همکاران اخراجی، ممنوعیت تردد و ورود 4 مدیر اخراجی به معدن و تحقق دیگر مطالبات، کارگران به اعتصاب 3 روزه خود پایان دادند. همچنین ادامه کنش‌های کارگران شرکتی مخابرات خوزستان برای بازگشت به کار و بی‌اعتنایی کارفرما به آرای صادره هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به نفعشان. حدود 70 نفر از کارکنان شرکتی استان خوزستان به دلیل عدم امضای قرارداد اجازه ورود به اداره مخابرات را ندارند. به گفته آنها مخابرات یک مکان عمومی است اما آنها برای پیگیری کارهای شخصی خود نیز نمی‌توانند وارد اداره مخابرات شوند. ادامه اعتراضات کارگران بازنشسته صنعت فولاد نسبت به سطح پایین حقوق، و عدم همسانسازیش با برپایی تجمع در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگان فولاد در اصفهان و اهواز، تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی فریکو سیرجان نسبت به عدم پرداخت حقوق و 4 ماه حق بیمه تکمیلی در مقابل کارخانه، تجمع مشترک کارگران 3 کشتارگاه زرین، پرناز و البرز خوزستان برای افزایش دستمزد و مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شدن در مقابل استانداری خوزستان، تجمعات جمعی از کارگران فصلی نیبر و لیلیکو کشت و صنعت نیشکر 7 تپه برای بازگشت به کار و عقد قرارداد دائمی، ادامه اعتصاب و تجمع شبانه روزی کارگران ایران خودروی تبریز به دنبال توخالی در آمدن وعده‌های مسئولین مبنی بر افزایش حقوق و رفع تبعیض پرداختی‌ها با دیگر مراکز تولیدی مشابه، بالا بردن زمان قراردادهای کارگری، مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شدن و غیره. اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری شهرکرد نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق، دست و پنجه نرم کردن کارگران شهرداری یاسوج و خانواده‌هایشان با مشکلات ناشی از عدم پرداخت 8 ماه حقوق، تجمع اعتراضی کارکنان بخش درمان و مدافعان سلامت ایلام نسبت به عدم پرداخت مطالبات در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، تجمع اعتراضی بیماران تالاسمی شیراز نسبت به نبود داروی آهن‌زدا در مقابل دانشگاه علوم پزشکی، تجمع اعتراضی مالباختگان رمز ارز جعلی کینگ مانی نسبت به کلاهبرداری چندین میلیاردی شرکت بادران، تجمعات و راهپیمایی کشاورزان و اهالی شهرکرد برای اعتراض به بی‌آبی و انتقالش در روز یکشنبه 30 آبان ماه. از جمله شعارهای داده شده عبارت بودند از لرستان، خوزستان، حمایت حمایت، ننگ ما صدا و سیمای ما، بختیاری میمیرد ذلت نمیپذیرد، اینجا 4 محاله، بردن آب محاله، مرگ بر مافیا، مرگ بر مافیا. این اعتراضات در روز دوشنبه اول آذر ماه برای دومین روز متوالی ادامه داشت. روز چهارشنبه 3 آذر ماه همزمان با 4مین روز اعتراض در استان 4 محال و بختیاری، جمعی از کشاورزان و اهالی شهرکرد دست به تجمع در میدان امامزادگان دو خاتون این شهر زدند و سپس به سمت 4 راه دولت راهپیمایی کردند و به تجمعشان در مقابل استانداری 4 محال و بختیاری ادامه دادند و با سر دادن شعارها، خواندن سرود و قرائت قطعنامه خواهان پاسخگویی مسئولین به خواسته هایشان شدند. در همین رابطه و در روز یکشنبه 30 آبان ماه کشاورزان اصفهان نیز به تجمعات اعتراضیشان نسبت به عدم تخصیص سهم آب و وعده‌های توخالی مسئولین برای دومین هفته ادامه داده و خواهان پاسخگویی مسئولین استانی و کشوری شدند. با وجود 2 هفته اعتراضات مسالمت آمیز کشاورزان که هزاران تن در این اعتراضات به صورت مسالمت آمیز شرکت داشتند، بامداد 5 شنبه بین ساعت‌های 3 و 4 صبح گروهی از لباس شخصی‌ها و نیروهای انتظامی به محل معترضین در زاینده رود حمله کردند و چادرهای معترضین را به آتش کشاندند و کشاورزان را با قصد متوقف کردن مورد ضرب و شتم قرار دادند. و همچنین تجمع اعتراضی خانواده‌های جان باختگان قتل موشکی همزمان با برگزاری دادگاه مقصران شلیک به هواپیمای مسافربری پرواز 752 اوکراین در مقابل دادگاه نظامی استان تهران. بر اساس گزارشات رسانه‌ای شده، خانواده قربانیان درخواست داشتند که این دادگاه به صورت علنی برگزار شود، اما به خاطر اطلاعات پرونده اجازه این کار داده نشد و همین موضوع باعث واکنش آنها شد. بازگشت اسماعیل عبدی در روز شنبه 29 آبان ماه پس از 1 ماه مرخصی به زندان. اسماعیل عبدی که پس از گذراندن 6 سال زندان با یک حکم 10 ساله دیگر روبروست. برای مدت 10 روز وی به مرخصی آمده بود. او به سفارش صنف فرهنگیان از رسانه‌ای شدن خبر مرخصی خود را رد کرده بود. مرخصی وی به وسیله دادستان بیش از 1 ماه تمدید شد. و مراجعه خانواده هیراد پیربداقی این فعال کارگری به دادسرای اوین برای پیگیری وضعیت وی. روز دوشنبه اول آذر ماه عسل محمدی با قرار کفالت موقتا از زندان آزاد شد. عسل محمدی به همراه هیراد پیربداقی روز 15 آبان ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصیشان دستگیر شده بودند. همچنین لطیف روزیخواه به 7 ماه زندان تعزیری محکوم شد. لطیف روزیخواه فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان آذربایجان شرقی طی حکمی که در تاریخ 26 آبان 1400 از سوی دادگاه انقلاب شهرستان جلفا صادر شد به اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 ماه زندان تعزیری محکوم شد. عزیزان، برنامه این هفته را با اخبار قتل و مصدومیت‌های ناشی از کار به پایان می‌بریم. مرگ و مصدومیت 19 کارگر در حادثه ریزش سیلوی گندم در حال ساخت در شهرستان آوج. جان باختن یک کارگر جوان در شهرک صنعتی چوار بر اثر خودکشی. به قتل رسیدن یک کارگر جوان در شهرستان کوهرنگ بر اثر سقوط از بالابر. به قتل رسیدن کارگر جوان دیگر در تعمیرگاه خطوط مترو بر اثر برخورد قطار با وی. به قتل رسیدن یک کارگر در شهرستان نظرآباد زیر آوار. به قتل رسیدن یکی از کارکنان پتروشیمی تندگویان بر اثر انفجار. جان باختن کارگر خدمات شهری شهرداری منطقه 2 مشهد بر اثر تصادف. به قتل رسیدن یک کارگر ساختمانی در اصفهان زیر آوار. مرگ و مصدومیت 2 کارگر شهرداری شیراز بر اثر تصادف. عزیزان، با تشکر از اینکه تا انتهای این برنامه ما را نیز همراهی کردین. تا دیداری مجدد، بدرود.